کسانی که بحث بهشت اجباری رو مطرح میکنن در جامعه، یعنی میگن ما چیکار داریم که میخوایم عده رو اجبارا به بهشت ببریم، یه خلط بحث میکنن. به نظر من در این حال که این حرف سخن و مطلب درسته که بهشت اجباری نداریم، ولی یه مطلب صحیحی دیگری هم کنارش داریم و اون این است که در مسئله تجاوز به حدود دیگران، در ایجاد فساد برای دیگران، در ایجاد فساد در جامعه، این بحث بهشت رفتن نیست. حکومت ها نسبت به این وظیفه دارن. اول من یه مطلب روشن کنم با اینکه یه قدری خروج از بحث ماست، ولی خب من بالاخره حوزوی هم هستم و کار فرهنگی و تخصص فرهنگی هم دارم، این نکته رو روشن کنم. ببینید، ما اولا حکومتمون حکومت لیبرال نیست، نص قانون اساسیه. من فکر میکنم اگه ما توجه کنیم در قانون اساسیمون، تنصیص شده که این حکومت بر اساس ایمان به توحیده و بر اساس ارزش‌های الهیه و در اصل سوم قانون اساسی تصریح میکنه دولت موظف است تمام امکانات را برای تبلور عرض میکنم فضایل اخلاقی تسهیل کنه و جلوی فساد و تباهی را بگیره. این تنصیص قانون اساسیه. من عرض میکنم این با یه دولت لیبرال فرق میکنه. حالا من این عبارت قانون اساسی رو نمیدونم همراهم آوردم یا نه که براتون بخونم متنشو. بله هست. ببینید در اصل سوم، حالا در مقدمه قانون اساسی اونجا تصریحات روشنی داره، منتهی مقدمه مقدمه است، اما اصل قانون اساسی برای اونایی که خیلی وفادارن عرض میکنم در بند اول داره ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلی مظاهر فساد و تباهی. صدرش نوشته است که دولت جمهوری اسلامی ایران، که البته احتمال زیاد داره مقصود کل حاکمیته، نه بحث فقط قوه مجریه است، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم که بحث ایمان و توحید و ابتناع و حکومت بر این هست، همه امکانات خود را در موارد امور زیر به کار ببرد. همه امکانات را، اولیش ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. این نص قانون اساسی، یعنی چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، چه مجلس، باید تمام امکاناتشون رو، هر کم در حیطه خودش، تمام امکانات رو باید به کار ببرن برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان تقوا و مبارزه با کلی مظاهر فساد. این نسل، این حکومتی که این چنین تشکیل شده با آراء قاطع مردم عزیز ما که مؤمن بودن و حقم همین هست، با دعوت بزرگان، اندیشمندان، متفکرین، روحانیت، حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، این حکومت با این ساختار سیاسی مبتنی بر این کیفیت، این حکومت لیبرال نیست. دولت‌های لیبرال به تصریحشون میگن ما بی‌طرفیم. حالا اگر این ادعا درست باشه و نباشه کاری ندارم، در ادعا میگوین ما باید بی‌طرف باشیم. تز بی‌طرفی یا نیوترالیتی یه تز مهم در لیبرالیسمه، یعنی دولت‌ها نباید دخالت کنن در ارزش‌های اخلاقی، باید بگذارن هر کسی راه خودش رو بره، فقط تسهیل کننده باشن، تأمین کننده آزادی تک تک افراد باشن که اهدافی خودشون ترسیم میکنن دنبال کنن. در واقع این یک آموزه مدرنیته است. یکی از آموزه های مهم مدرنیته اینه که انسان ها یه بسته مستقلن، هر فردشون خودشون هدف خودشون تعیین میکنن که چیه. نسبیت اخلاقی منم از همین ناحیه میاد. خب ما اول باید خود تعیین تکلیف کنیم که ما به عنوان حاکمیت از این سنخ هستیم یا اینی که داره اصل سوم قانون اساسی و اصول دیگه میگه. ما باید تابع قانون اساسی باشیم. به لحاظ شرعی هم همینطور روشن، حکومت ها نمیتونن بگن ما بی‌طرف باشیم نسبت به فسادی که در جامعه ایجاد میشه. پس من عرضم اینه که یک مغالطه بسیار روشنی داره صورت میگیره بین این که ما نمیتوانیم کسی رو به اجبار به بهشت ببریم، که حرف درستی هم هست، به لحاظ دقیق هم همینه، و بین این که آیا
حکومت‌ها، دولت‌ها در جمهوری اسلامی وظیفه دارند که با مظاهر فساد و تباهی مبارزه کنند یا نه؟ آیا باید بستر رو برای تعالی و رشد افراد درست کنند یا نه؟ این به نظر من یه مغالطه است. ما موظفیم، در قانون اساسی میگه همه امکانات خودشو باید دولت به کار ببره. حال دولت من اهمه، باید به کار ببره با مظاهر فساد و تباهی. من البته نمیخوام تعیین کنم مظاهرش کدومه، ولی من مثال میزنم. بحث فرض کنید که ترویج سایت های مستهجن، خب کسی که سایت مستهجن میزنه خب از مظاهر فساد از این کسی تشکیک میکنه در این حرف، خب باید بهش برخورد کرد. کسانی که مثلا ترویج بدحجابی و بیحجابی میکنن، نص قانونه که بیحجابی جرمه و مجازات داره، به لحاظ شرعی هم که روشنه. خب عدم برخورد یعنی چیه؟ ببینید، من الان نمیخوام بگم که روش صحیح در مسئله حجاب الان چی هست. من با خیلی همگامم که بحث فرهنگی و آموزش های معقول و عقلانی تبیین مقدم هست بر برخوردها، این حرف درستی است. اما نمیتونن دستگاه حاکمیتی وظیفه خودشون انجام ندن. وقتی یه چیزی قانون هست، حالا نص قانون هم هست، قانون 600 خورده از مجازات اسلامی سابق هست که بخش تعزیراته. خب ما وقتی قانون داریم، همه دستگاه باید وظیفه خودشون انجام بدن. این یه بحث، یه نقطه اولی که ما حکومت اون حکومت لیبرال دموکراسی غربی نیست. مردم سالاری دینی که بنیانگذارش حضرت امام بود، یه ساختار سیاسی جدید در دنیاست. هم در چارچوب ارزشی کار میکنه، هم اهتمام تام به رأی مردم داره. این یه بحث اولی که من به نظرم اگر به این توجه کنیم، تکلیف دولت ها روشنه به معنی حاکمیت. همه اجزای دولت باید بنا حاکمیت باید بسیج بشن برای اجرای همین بند قانون اساسی. هیچ کسی عذر و بهانه نداره. ما بی خود با این شعار که به زور مردم به بهشت نمیشه رفت، نمیتونیم از زیر بار و وظایف مشانه خالی کنیم. من معتقدم کسانی هم که این تعابیر رو ممکنه به کار ببرن که نه به زورم مثلا به بهشت باید رفت، این واقعا مقصودشون این نیست، چون امکان پذیر نیست. مقصودشون همینه که بابا ما دولت و حاکمیت موظفیم برخورد کنیم در حدی که هست با مظاهر فساد، با تباهی. اونی که در اختیار خودمون هست اقلا عمل کنیم.